بیستمین روز دی ماه برابر با 10 ژانویه سال 1267 خورشیدی برابر با 1888 میلادی. در گذشت اوژن لابیش، نویسنده و نمایشنامه نویس فرانسوی که در حین تحصیل در رشته حقوق به ادبیات نیز شوق فراوان یافت و به نگارش داستانهای کوتاه، پراحساس و خیالانگیز برای روزنامه‌های پاریس پرداخت. لابیش پس از آن با سرعتی باور نکردنی کمدی و نمایشنامه‌های آهنگین خود را که تعدادشان به 100 می‌رسید به طور پیاپی عرضه کرد. غالب این کمدی‌ها با همکاری چند تن از دوستانش نوشته شده بود. در میان آنها شاهکارهایی وجود داشت و در بیشتر تئاترهای مهم پاریس به نمایش گذارده می‌شد که کلاه حصیری ایتالیایی و مردم گریز از آن جمله. سال 1306 خورشیدی برابر با 1927 میلادی، تأسیس آکادمی هنرهای علوم سینمایی اسکار. آکادمی هنرها و علوم سینمایی اسکار مؤسسه غیر انتفاعی است که توسعه و پیشبرد هنر و علوم مربوط به این حرفه را از طریق مبادله افکار و همچنین توسط اهدای جوایز برای خلق آثار ارزشمند در رسته‌های گوناگون تشویق می‌کند. این آکادمی که به اسکار نیز معروف است، همساره از بین هنرمندان عرصه فیلمسازی برترین افراد را انتخاب می‌کند. نحوه انتخاب در آکادمی به این نحو است که هر یک از اعضای آکادمی که بیش از 4000 نفر می‌باشند، مجاز است که 5 نامزد برای بهترین فیلم سال و 5 نامزد در رسته خود انتخاب کند. بازیگران را انتخاب می کنند، کارگردانان را و فیلمبرداران را. نامزدهای هر رسته ملزم به این نیستند که عضو آکادمی باشند. نماد اسکار تندیسی است با نگاهی جدی که شمشیری به دست دارد و روی یک حلقه فیلم ایستاده است. هرچند این تندیس قیمت مادی چندانی ندارد، ولی برای برندگان آن شهرت و اعتباری جهانی برمقام می‌آورد. امروز اسکاری که از معتبرترین جوایز سینمایی جهان محسوب می‌شود. سال 1230 خورشیدی برابر با 1851 میلادی، قتل میرزا محمد تقی‌خان امیرکبیر در کاشان. میرزا تقی‌خان امیرکبیر که در روستای هزاوه در عراق به دنیا آمده بود، پس از طی مراحل پیشرفت و ترقی علمی و سیاسی به صدر اعظمی حکومت ناصرالدین شاه قاجار برگزیده شد و در طول 4 سال صدر اعظمی خیش خدمات شایسته و فراوانی به ملت و حکومت نمود. اما درباریان و به ویژه مادر ناصرالدین شاه که منافع خود را در خطر می دیدند، شاه را تحریک کردند که امیرکبیر را از صدر اعظمی خلع نماید و او را به حکومت کاشان منصوب کند. اما پس از چندی از ترس تغییر نظر شاه و عفو امیرکبیر، حکم قتل او را از شاه گرفتند و سرانجام وی را در 43 سالگی به قتل رسانیدند.